20 وزیر سابق اروپا و رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین رومانی طی بیانیه‌ای در آستانه اعلام حکم دادگاه آنتورپ در مورد دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و سه مزدور همدستش بر ضرورت قاطعیت اروپا در برابر رژیم ایران تأکید کردند. بیانیه ضرورت قاطعیت اروپا در برابر رژیم آخوندی نخستین اقدام و ضربه مهم در عرصه سیاسی به فاشیسم دینی پس از روی کار آمدن دولت جدید آمریکاست که حکومت آخوندی را قویاً می‌ترساند و به غضب می‌آورد. امضا کنندگان بیانیه ضرورت قاطعیت در برابر آخوندها اعلام کردند: ما از شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا، خواستار اقدامات عملی و حسابرسی از رژیم آخوندی هستیم. بیانیه ضرورت قاطعیت اروپا در برابر رژیم ایران. صرف نظر از رأی نهایی دادگاه بلژیک، دامنه جرم مستلزم آن است که اتحادیه اروپا رویکرد خود را در موضوع ایران عوض کند. بیست و سه سال بعد از دادگاه میکونوس، شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد دخالت مقامات رژیم ایران در بالاترین سطح در تروریسم نه تنها پایان نیافته، بلکه به طرح‌هایی برای قتل عام ارتقا یافته است. 20 وزیر سابق اروپا و رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین رومانی از رهبران کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خواستار چندین رشته اقدامات مشخص شدند. تحت تعقیب قرار دادن و عدالت برای سران رژیم ایران که در شمار مسئولان و آمران این رشته اقدامات تروریستی هستند. حسابرسی از جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی به خاطر نقش اثبات شده دیپلمات تروریست وزارتخانه او در طرح انفجار یک گردهمایی مسالمت‌آمیز در ویلپنت فرانسه. لیست‌گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران آنها از کشورهای اروپایی. خودداری و خط قرمز کردن پناهندگی سیاسی و ناسیونالیته برای مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، زیرا تجربه نشان داده است که از این امکانات به عنوان ابزاری برای جاسوسی و تروریسم استفاده کردند. ما از یک فراخوان اروپایی برای تحریم‌ها علیه رژیم ایران استقبال می‌کنیم. مماشات با این رژیم غذا دادن به تمساح است. خانم مریم رجوی: رژیم آخوندها بیهوده گمان می کند که دوران حسابرسی بین المللی به پایان رسیده است. مردم و مقاومت ایران از پا نمی نشینند. توطئه و کشتار تروریستی، جنایتها علیه بشریت، اعدامها و قتل عام زندانیان و شهیدان آبان را نه می بخشند و نه فراموش می کنند. خانم رجوی: انتشار مدارک جدید از پرونده دیپلمات تروریست رژیم یک سازماندهی گسترده برای جاسوسی و ترور در اروپا را که مقاومت ایران هشدار می‌داد به اثبات رساند. اسامی و آدرس‌ها و هدف‌ها و همچنین نحوه به کار گرفتن مزدوران در کارزار شیطان‌سازی و تروریسم علیه مقاومت ایران بسیار گویا و روشن است. بیانیه ضرورت قاطعیت اروپا در برابر رژیم آخوندی
با امضای 20 وزیر سابق اروپا و رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین رومانی، از سوی کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به ریاست دکتر آلخو ویدال‌کوادراس، معاون اول پیشین پارلمان اروپا، با حمایت بیش از 4000 پارلمانتر آمریکایی و اروپایی در دو سوی آتلانتیک منتشر شد. بیانیه ضرورت قاطعیت اروپا در برابر تروریسم رژیم ایران. در 27 نوامبر و 3 دسامبر سال 2020، پس از تقریباً 2.5 سال تحقیق، دادگاه آنتورپ پرونده 4 متهم از جمله یک دیپلمات رژیم ایران، اسدالله اسدی را به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت ایران، اپوزیسیون اصلی ایران، در ژوئن 2018 در ویلپنت فرانسه مورد رسیدگی قرار داد. صدور حکم در 4 فوریه 2021 پیش بینی می شود. صرف نظر از رأی نهایی دادگاه، دامنه جور مستلزم آن است که اتحادیه اروپا روی کرده خود در قبال ایران را بررسی کند. چنانچه توطئه بمب‌گذاری تروریستی در ژوئن 2018 در ویلپنت موفقیت آمیز می بود، صدها بیگناه از جمله شهروندان اروپایی و چهره‌های برجسته سیاسی در این واقعه کشته می‌شدند. رئیس امنیت ملی بلژیک گفت حمله توسط رژیم ایران و تحت رهبری آن طراحی شد. در گزارشی به تاریخ 10 آوریل 1997 ریاست اتحادیه اروپا اعلام کرد در یافته‌های دیوان عالی دادگستری در برلین در پرونده میکونوس دخالت مقامات رژیم ایران در بالاترین سطح مشخص شد. در تاریخ 29 آوریل 1997 شورای اتحادیه اروپا مجدداً تایید کرد که هر گونه پیشرفت در عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با رژیم ایران در صورتی عملی خواهد بود که مقام‌های این رژیم به هنجارهای قوانین بین المللی احترام بگذارند و از اقدامات تروریستی از جمله علیه شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور بپرهیزند و در جلوگیری از چنین اعمالی همکاری نمایند. بدین ترتیب تصمیم به اخراج ایرانیانی گرفت که کارکردهای اطلاعاتی و امنیتی دارند. 12 کشور دیگر که در آن زمان جزو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نبودند، از جمله بلغارستان، جمهوری چک، استونی، مجارستان، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلوانی نیز خود را با این اعلامیه منطبق کردند. 23 سال بعد از دادگاه میکونوس، این بار یک دیپلمات شاغل ایران شخصاً درگیر شده و بمب را از طریق شرکت هواپیمایی تجاری از ایران آورده و آن را دستی به بمب‌گذارانی که قرار بود آن را کار بگذارند تحویل داده است. بنابراین شواهد انکارناپذیر در پرونده تروریستی ویلپند نشان می‌دهد که دخالت مقام‌های رژیم ایران در بالاترین سطح نه تنها پایان نیافته، بلکه به طرح‌هایی برای قتل عام ارتقا یافته است. اخراج سفیر و 3 دیپلمات این رژیم از آلبانی و 3 دیپلمات دیگر از فرانسه و هلند به دنبال اقدامات تروریستی مارس 2018 و در دانمارک اکتبر 2018 نشان می‌دهد که نقش سفارت و دیپلمات‌های رژیم در این اقدامات برای مقام‌های زیرآب محرز بوده است. با این حال عمیقاً نگران هستیم که اتحادیه اروپا در اقدامات ضروری موفق نبوده است. اتحادیه اروپا فقط 2 نفر و بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست گذاشت و به کار خود طبق روال گذشته ادامه داد که این غیر قابل قبول است. عدم اقدام مناسب از سوی اروپا موجب گستاخی مقام‌های رژیم ایران در پیگیری اقدامات شیطانی خود از جمله تروریسم در اروپا شده است و به آنها اطمینان خاطر می‌دهد که از مجازات مسئول هستند
و هر کاری که در اروپا انجام دهند، حتی بمبگذاری در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز که می‌تواند منجر به کشتار صدها نفر شود، عواقبی برایشان به همراه نخواهد داشت. در وضعیت فعلی اروپا سهم مشخصی از مسئولیت را بر عهده دارد. ما امضا کنندگان بیانیه از شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا و همچنین رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا خواهان اجرای این موارد هستیم. 1. آمران این رشته اقدامات تروریستی که در زمره سران رژیم آخوندها هستند، باید تحت پیگرد و در برابر عدالت قرار بگیرند. این یک اقدام ضروری و بازدارنده در مقابل پدرخوانده تروریسم بین المللی در جهان امروز است. 2. وزیر خارجه رژیم جواد ظریف باید به خاطر نقش اثبات شده دیپلمات او در توطئه انفجار یک گردهمایی مسالمت‌آمیز در ویلپنت فرانسه مورد حسابرسی قرار گیرد. در این رابطه فعالیت‌های سفارتخانه‌ها و مراکز مذهبی و فرهنگی رژیم ایران بایستی زیر نظر گرفته شود و روابط دیپلماتیک با این رژیم بایستی کاهش پیدا کند و بازگشت به روابط دیپلماتیک نرمال مشروط به آن شود که رژیم ایران دستگاه تروریستیش را در اروپا جمع کند و تضمین بدهد که دیگر هیچ وقت مجدداً درگیر تروریسم در اروپا نشود. 3. اتحادیه اروپا باید تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان موجودیت‌های تروریستی نامگذاری کند. ماموران و مزدوران آنها در کشورهای اروپایی باید محاکمه و مجازات و اخراج شوند. دادن پناهندگی سیاسی و ناسیونالیته به این مزدوران در کشورهای اروپایی باید خط قرمز باشد. تجربه نشان داده است این امکانات ابزاری در دست رژیم برای جاسوسی و تروریسم است. 4. ما همچنین نسبت به ضرورت رویکرد قاطع با هر گونه شانتاژ و باج‌خواهی و گروگانگیری از جانب رژیم ایران تأکید می‌کنیم. تهدیداتی که پیشاپیش دیپلمات تروریست دستگیر شده با مقامات قضایی بلژیک در میان گذاشته است. مماشات با این رژیم قضا دادن به تمساح است. 5. و در انتها، رژیم ایران در ژانویه 2021 غنی‌سازی اورانیوم تا 20% را مجدداً از سر گرفته است که این خود یک نقض دیگر توافقنامه هسته‌ای است. این بایستی توسط رهبران اروپا به شدت محکوم شود. ما از یک فراخوان اروپایی برای تحریم‌ها علیه ایران استقبال می‌کنیم. وزیر خارجه ایتالیا جولیو ترزی 2013، تریان باسسکو رئیس جمهور رومانی 2014، پترو رومان نخست وزیر پیشین رومانی، آلن ویویان وزیر سابق مشاور در امور خارجی فرانسه، آلن ویدالیس وزیر روابط پارلمانی حمل و نقل در دولت فرانسه 2017، جان اسپلار وزیر نیروهای مسلح و وزیر سایه امور خارجه انگلستان 2003، لورد فرانک جاد وزیر سابق وزارت خارجه انگلستان، لورد مکنالی وزیر دادگستری انگلستان 2013، ادوارد کوکان وزیر خارجه اسلوواکی 2006، هورست تلچیک مشاور سیاسی هلموت کول صدر اعظم آلمان، راسا یونکه وچینه وزیر دفاع لیتوانی 2012، میلان زور وزیر آموزش و ورزش اسلوانی 2008، فردریک ریس وزیر دولت بلژیک در امور خارجی و امور اروپایی 2004، کیمو ساسی وزیر حمل و نقل فنلاند 2003، انکلید آلیبای
وزیر دادگستری آلبانی 2009. ادوارد یولیوس سولنس، وزیر سابق محیط زیست ایسلند. ادوارد لیندنر، وزیر سابق وزارت کشور آلمان. بارون ساندی برما، معاون وزیر انرژی انگلستان 2016. اوتو بنهارد، وزیر سابق امور پارلمانی در آلمان. جان پری، وزیر تجارت ایرلند 2014. میهال کامینسکی، وزیر روابط رسانه‌ای ریاست جمهوری لهستان 2009. تام بریک، وزیر کابینه در دولت انگلستان 2015. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تأکید کرد رژیم آخوندها بیهوده گمان می کند که دوران حسابرسی بین المللی به پایان رسیده است. مردم و مقاومت ایران از پا نمی نشینند. توطئه و کشتار تروریستی، جنایتها علیه بشریت، اعدام‌ها و قتل عام زندانیان و شهیدان آبان را نمی‌بخشند و نفراموش می‌کنند. خانم رجوی افزود انتشار مدارک جدید از پرونده دیپلمات تروریست رژیم یک سازماندهی گسترده برای جاسوسی و ترور در اروپا را که مقاومت ایران هشدار می‌داد به اثبات رساند. اسامی و آدرس‌ها و هدف‌ها و همچنین نحوه به کار گرفتن مزدوران در کارزار شیطان‌سازی و تروریسم علیه مقاومت ایران بسیار گویا و روشن است.